سلام، امروز میخوایم در مورد اشکالات لپتاپ ها با هم صحبت کنیم و اشکالات عمده شون. ما اونها رو به سه دسته بزرگ تقسیم کنیم. 1. لپتاپ هایی که روشن میشن، مشکلی ندارند، اما اساساً مشکلشون مثلا کار نکردن وای فای، بلوتوث و یا کار نکردن یک اپلیکیشن یا خدمات خاصه. 2. لپتاپ هایی که اشکال تصویر دارند و چون درصد بسیار زیادی از اشکالات رو همین مطلب تشکیل میده، ما بهش خواهیم پرداخت. لپتاپ تصویر نداره و ما بایستی تست های انجام بدیم ببینیم مشکل LCD، فلت یا مینبورده. و سومی، عموماً این مدل لپتاپ ها به دلیل ضربه خوردن و یا افتادن توی آب و یا وجود رطوبت و به مرور زمان به این مرحله میرسن. اشکالی که میتونه باعثش شارژر، باتری، رم، هارد، DVD پلیر و بقیه اجزاء سخت افزاری و حتی نرم افزاری باشه. بخش اول، اگر دقت بفرمایید، عرض کردم که در بخش اول لپتاپ ها عموماً روشن میشن، کار میکنند. اما مثلا مشتری وقتی به شما مراجعه میکنه از این ناراحته که من تا همین دیروز وای فایم روشن میشد، به اینترنت وصل میشدم، اما امروز باعث تعجبه، اصلا لپتاپ روشن میشه، کار میکنه، مشکلی نداره، چرا وای فای نباید کار بکنه؟ دلایل مختلفی برای این مسئله وجود داره. 1. خب طبیعیه که ما اولین مسئله و اولین بررسیمون میتونه مودممون باشه. دومین مسئله که ما حتما باید بریم سراغش این که اصلا آیا وای فای سیستم روشن میشه و ما باید بررسی کنیم، کلیدی رو خاموش روشن کنیم و یا کلیدهای ترکیبی FN، F1 تا F12 که یکی باعث روشن شدن سیستم وای فای میشه تست بگیریم و بعد با ماوس میتونیم بریم روی خود وای فای و روش کلیک بکنیم و پنجره‌ای که روی اون نوشتار تروبل شوتینگ و یا ستینگ یا پروپرتیز وجود داره رو کلیک بکنیم و اونها رو ببینیم و روی اونها عملیات انجام بدیم. خب طبیعاً تروبل شوتینگ رفع اشکالی از طرف سیستم خواهد بود. پروپرتیز تنظیمات سیستم رو به ما نشون میده و ستینگ مجدداً تنظیمات بخش دیگری از سیستم رو. البته ما باید حتما رمز وای فایمون رو چک کنیم و البته مجدداً باز هم اگر لپتاپمون با سیستم های دیگری در شبکه در ارتباطه، ممکنه ارتباطات شبکه به دلایل خاصی که خیلی هم مهم نیست، این ارتباط و اتصالشون دچار مشکل بشه. در آخرین مرحله، یعنی مودم، تنظیمات، آخرین مرحله بررسی درایور وای فای خواهد بود. آیا درایوری که تو سیستم هست به دلایل بروزرسانی قبلی و به دلایل دیگر، مثلا ورود به اینترنت و اوتو درایو دیدن سیستم و بروزرسانی نرم افزارها، ممکنه درایور دچار مشکل شده. اگر بعد از رفع این اشکال هم کماکان مشکل پابرجا بود، ما برای تعویض سیستم عامل اقدام خواهیم کرد. تعویض سیستم عامل عموماً مشکلیه که ما در ایران خیلی به اون خواهیم پرداخت، چون خیلی از سیستم عامل ها اوریجینال نیستند. متشکرم.